ای که با نامت جهان آغاز شد دفتر ما هم به نامت باز شد بیست تست آموزشی و گرامری درس اول زبان انگلیسی پایه دهم تقویتی کنکوری پشتکار داشته باشید امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید بنده ابوزر حسنوند اموزاده هستم دبیر زبان انگلیسی 20 تست گرامر درس اول زبان انگلیسی پایه دهم آموزش زبان انگلیسی از A تا Z. سوال اول میستر کازمی جای خالی his relatives next monday گزینه A visit گزینه B visiting گزینه C will visit و گزینه D visited دوستان عزیز توجه کنید که برای حل تستای گرامری یه شیوه کلی وجود داره ببینید دوستان ابتدا باید گزینه های سوال رو نگاه کنیم سعی کنیم که گرامر مربوطه رو حدس بزنیم از روی گزینه های سوال توجه کنید دوستان جای خالی رو نگاه می کنیم قبل و بعد از جای خالی رو می بینیم که آیا می به پاسخ صحیح سوال برسیم یا نه توجه کنید دوستان الان چهار تا گزینه فعل دیگه ببینید میستر کازمی فاعل جمله است اینجا یه فعل نیاز داریم تست نشون میده که این تست از نظر زمانی یعنی زمان رو میخواد به ما بگه ببینم از نظر زمانی کدوم گزینه درسته همچین تستهایی باید ما دنبال یه قید زمان بگردیم اینجا قید زمانمون نکست مانده هست با توجه به قید زمان نکست مانده دوشنبه آینده جمله در زمان آینده ساده هست گزینه اول ویزیت زمان حال ساده است گزینه بی visiting جرانت هست یعنی مستر اسم مستر آینجی دار هست ویل visit زمان آینده ساده است که پاسخ صحیح همین گزینه میشه گزینه دی visited زمان گذشته ساده است. mr. Kazemi ویل visit آقای کازمی دیدن خواهد کرد his relatives از اقوام خود از خیشاوندان خود next monday دوشنبه بعدی دوشنبه آینده دوشنبه بعدی پس توجه کنید که وقتی ها فعلا ما باید دنبال یک قید زمانی بگردیم next monday قید زمانمون هست جمله مربوط به زمان آینده ساده است یعنی گزینه C سوال دو When will Mary and Sarah جای خالی the tickets for the trip گزینه A to buy گزینه B buy گزینه C buys و گزینه D buying خب دوستان گزینه های این تست حالت های مختلف فعل بای به معنای خریدن هست A to buy مستر با تو هست گزینه B buy زمان حال ساده و پایه فعل هست گزینه C buys زمان حال ساده و سوم شخص مفرد هست و گزینه D buying اسم مستر آینجی دار هست خب این تست هم مربوط به زمان ها هست قبل از جای خالی دقت کنید دوستان گفتیم که ما جای خالی رو نگاه میکنیم به قبل و بعد از جای خالی توجه باید بکنیم قبل از جای خالی ما قبل از جای خالی اینجا ویل رو داریم که بعد از ویل باید شکل ساده فل بیاد شکل ساده فعل یعنی گزینه B مربوط به زمان آینده ساده هستش پاسخ صحیح گزینه B میشه When will Mary and Sarah buy the tickets for the trip چه زمانی مری و سارا برای سفر بلیت ها را خواهند خرید The tickets بلیت ها را for the trip برای سفر ویل بای خواهند خرید سوال سه the, the zookeepers are going to جای خالی The animals more seriously گزنی A protects گزنی B protect گزنی C protecting و گزنی D to protect بعد از ساختار be going to are going to شکل ساده فعل میاد یعنی گزینه B The zookeepers نگهبانان باغوش are going to protect قصد دارند مراقبت کنند the animals از حیوانات seriously به طور جدیتر سوال چهار در old laptops don't work they جای some new ones next Monday be going to buy bought buying or going to buy سوال میگه چی؟ ببینید فاعل جمله رو داریم نکست مانده نکست رو هم داریم زمان آینده باید استفاده کنیم اینجا زمان آینده با بی going تو توجه کنید دوستان جمله در زمان آینده ساده هستش گزینه های بی مربوط به گذشته ساده است و سی که جرانت هست فعل آینجی دار هست اسم مستر آینجی دار هست این دو تا گزینه اشتباه هست. در گزینه A هم نباید خود B به کار برده بشه با توجه به they باید از R استفاده کنیم they are going to buy یعنی گزینه دی پاسخ صحیحه their old laptops don't work لپتاپ های قدیمی آنها کار نمی کنند they are going to buy some new ones next monday آنها قصد دارند تعدادی لپ تاپ جدید را دوشنبه آینده بخرند. Next Monday دوشنبه بعدی یا دوشنبه آینده بخرند. سوال پنجم A. Did you write that letter for me? B. Sorry, I completely forgot. I it soon. Will write. I'm going to write. Write. Wrote. با توجه به وجود سون اینجا سون با توجه به وجود سون جمله در زمان آینده ساده هست گزینه های سی و همچنین دی هست میشن دوستان توجه کنید که چنان چه قبل از تستی که مربوط به زمان آینده هست کلمه فرگات بیاد فرگات گذشته فرگت هست به معنی فراموش کردن جواب فقط جوابی درسته که ویل داشته باشه چون برنامه ریزی قبلی نداره و آنی تصمیم گرفته Did you write that letter for me? آیا آن نامه را برایم نوشتی؟ Sorry. متاسفم. شرمنده. I completely forgot. کاملا فراموش کردم. I will write it soon. I will write it soon. به زودی آن را خواهم نوشت. سوال ششم A. I don't know how to use this camera. B. It's easy. I joy you. A. I'm going to show. B. Will show. C. I'm showing. D. Show. توجه دارید که چنان چه آنی تصمیمی برای آینده گرفته بشه و در جمله یه نشونه ای از برنامه ریزی قبلی وجود نداشته باشه از آینده با ویل استفاده می کنیم یا شکل ساده فل پس پاسخ صحیح با توجه به توضیحاتی که دادیم گزینه بی درسته گزینه اول که آینده محتمل است، گزینه بی آینده ساده با ویل است، گزینه سی زمان حال استمراری است و گزینه دی زمان حال ساده است. A I don't know how to use this camera نمیدونم چطور از این دوربین استفاده کنم B It's easy آسونه I will show you من بهت نشون میدم بهت نشان خواهم داد سوال هفت A I don't have any money. B: Really? Well, don't worry. I jayخلي you some. I'm going to lend. I'm lending. C: We lend D. lent. خب دوستان چنانچه از قبل در مورد عملی اطلاع نداشته باشیم در لحظه صحبت کردن تصمیم می گرفته بشه جوابی درسته که ویل داشته باشه I don't have any money من هیچ پولی ندارم Really? واقعا Well Don't worry خب نگران نباش I will lend you some من بهت کمی پول قرض خواهم داد پاسخ صحیح گزینه سی میشه لند گذشته فعل لند هست I'm lending زمان حال استمراری است I'm going to lend آینده با be going to پاسخ سعی گزینه C هست سوال هشت I'm trying to reserve my hotel next Friday I جای خالی تو شیراز I'm going to travel B will travel C traveled D travel با توجه به قید زمان next Friday جمله در زمان آینده ساده هستش پس گزینه های C که مربوط به گذشته ساده است و D که مربوط به حال ساده است اشتباهن دوستان ببینید چنان که برای انجام کاری در زمان آینده برنامه ریزی بشه از ساختار بیگاین تو استفاده می یعنی پاسخ صحیح گزینه A هست I am going to travel to Shiraz سوال نه I have decided to have a birthday party آی جای خالی lots of my friends next Wednesday invite will invite I'm going to invite have invited با توجه به قید زمان next Monday next next ونزدی جمله مربوط به زمان آینده ساده هستش پس گزینه های A که حال ساده است و D که ماضی نقلی است یا حال کامل هست اشتباه هستند دوستان ببینید گفتیم که اگر چنانچه برای انجام کاری در زمان آینده تصمیم گیری بشه از ساختار Be Going To استفاده می کنیم یعنی گزینه C درسته I have decided to have a birthday party من تصمیم گرفتم یک مهمانی تولد بگیرم یک جشن تولد بگیرم I'm going to invite lots of my friends next Wednesday قرار تعداد زیادی از دوستانم را برای دو ش... چهارشنبه آینده دعوت کنم. Next Wednesday چهارشنبه آینده چهارشنبه بعدی دعوت کنم. سوال ده A Why did you buy a lot of paint? B I جای خالی my bedroom tomorrow. Paint painted will paint I'm going to paint. چنانچه برای انجام کاری در زمان آینده برنامه ریزی بشه از ساختار بیگاین تو استفاده میکنیم یعنی پاسخ صحیح گزینه دی هست Why did you buy a lot of paint? چرا اون همه رنگ را خریدی؟ چرا آن همه رنگ را خریدی؟ I'm going to paint my bedroom tomorrow قصد دارم اتاق خوابم را فردا رنگامیزی کنم پینت رنگامیزی کردن painted گذشته پینت paint هست سوال یازده A. The windows are dirty پنجره ها کسیف هستند Yes I know می دونم I joy them later I'm going to wash have washed will wash و wash پاسخ صحیح گزینه A درسته با توجه به قید زمان لیتر به معنی بعدن جمله در زمان آینده ساده است پس گزینه های B و D اشتباه هستند B زمان ماضی نقلی است D زمان حال ساده است چنانچه قبل از جای خالی نو no اومده باشه قبل از جای خالی نو no اومده باشه توجه کنید یعنی که از انجام اون عمل در آینده ما از قبل خبر داشتیم پس ساختار بی going to درسته yes I know بله میدونم I'm going to wash them later قرار بعدا آنها را بشورم سوال دوازده داد هز بات سام وود سو هی جای خالی این نیو تیبل فور ده کیجن تمارو بیلد هاف بیلد ویل بیلد ایز گوینگ تو بیلد با توجه به قید زمان تمارو به معنی فردا جمله در زمان آینده ساده است پس گزینه های A و B A حال ساده است B زمان حال کامل هست غلطا دوستان توجه کنید که برای انجام کاری در زمان آینده اگر که برنامه ریزی بشه ما از ساختار be going to استفاده می کنیم یعنی پاسخ صحیح گزینه D میشه. Dad has bought some wood. پدر کمی چوب خریده است. So he is going to build a new table for the kitchen tomorrow. او قصد داره برای آشپزخونه یک میز جدیدی درست کنه. سیزده. رامان help me fix my car. He جای خالی me fix my computer next week. Will help. Helps is going to help is helping. با توجه به قید زمان next week اینجا next week رو داریم جمله مربوط به زمان آینده ساده است پس گزینه های B که حال ساده است و D که زمان حال استمراری است این دو گزینه غلطن اگر چنانچه برای انجام کاری در زمان آینده تصمیم گیری بشه از ساختار بی going to باید استفاده کنیم پاسخ صحیح گزینه C میشه. رامان help me fix my car. رامان بهم کمک کرد تا ماشینم رو تعمیر کنم. He's going to help me fix my computer next week. او قراره بهم به کمک کنه تا هفته آینده کامپیوترم رو تعمیر کنم. سوال 14 When I see you tomorrow I جای خالی you my new book A I'm going to show B will show C show D showed با توجه به قید زمان tomorrow به معنی فردا جمله مربوط به زمان آینده ساده است پس گزینه های C و D که حال ساده و گذشته ساده هستند این دو گزینه اشتباه هستند چنانچه برای انجام کاری در زمان آینده برنامه ریزی بشه از ساختار بیگاینگ تو استفاده می کنیم. پاسخ صحیح گزینه A میشه. When I see you tomorrow اگه یا زمانی که فردا تو رو ببینم I'm going to show you my new book قرار کتاب جدیدم رو بهت نشون بدم خب دوستان برای تست های بعدی یه توضیح رو اشاره کنیم ببینید وقتی که به گزینه های یه تست نگاه کردیم و در اون گزینه ها اسم مفرد یا جمع بود و یا اینکه حروف تعریف صفات اشاره و غیره وجود داره اون تست مربوط به اسم و کاربردهای اون میشه پس در تست ما باید دنبال نکات مربوطی باشیم یعنی نکاتی که مرتبط باشیم با تست در قلب و بعد از جای خالی 15 mark has 3 جای خالی جای خالی boy and two girls جای خالی boy is 7 years old and their girls are three. children a a children a the child there a child the, the. دقت کنید دوستان اینجا قبل از جای خالی در واقع قبل از اولین جای خالی عدد 3 داریم 3 به معنی 3 خب 3 که داریم گزینه C و گزینه D خود به خود حذف میشن چون جمع چایلد رو داریم که میشه چیلدرن دوستان توجه کنید وقتی اسمی برای اولین بار ذکر میشه اون اسم نکره هست یا نامعین اما برای بار دوم ذکر بشه همون اسم تبدیل به اسم معین یا معرفه میشه و حرف تعریف ذه میگیره A boy and two girls. The boy is seven years old and their girls are three. پاسخ صحیح گزینه B میشه. Mark has three children. میگه مارک سه تا بچه داره، سه تا فرزند داره. A boy and two girls. یه پسر و دو تا دختر. The boy is seven years old, pesare haft soleshe, and the girls are three. Va, dukhtarosun, va dukhtaros se solahastan. Sole shons da. Joykhali apartments are all very expensive because they are in joykhali center of the town. کلمه اپارتمنت جمعه پس گزینی ای و گزینی بی حذف میشن چرا؟ چون صفت اشاره اپارتمنت باید جمع باشه خب حالا واسه بیان مالکیت غیر انسان هر دو تا اسم باید معرفه باشن یعنی حرف تعریف و باید بگیرن in the center of the town پس پاسخ صحیح گزینی دی میشه ببینید دوستان مثلا ما میگیم the door of the house is green در اون خونه سبز یا the door of the class is براون در کلاس درس قهوه‌ایه میگه این آپارتمان ها these apartments are all very expensive همگی خیلی گران قیمتند because they are in the in the center of the town چون که در مرکز شهر هستند سوال 17 پیتر اند آی هاف جای خالی انگلیش کلاس توگیدر جای خالی تیچر از جای خالی میس سمیت توجه کنید دوستان اینجا پیتر اسم خاصه میس سمیت اسم خاصه انگلیش اسم زبان خاصه همه رو با حرف بزرگ باید در انگلیسی بنویسیم پیتر اند آی هاف ان انگلیش کلاس together من و پیتر با هم یک کلاس انگلیسی داریم به یک کلاس انگلیسی میریم together با هم our English teacher, our teacher is Miss Smith پاسخ سریع گزینه C میشه کلمه انگلیش با حرف صدادار شروع میشه ی، پس ان میگیره گزینه ای و بی خود به خود حذف میشه در جای خالی دوم صفت ملکی پیتر اندای باید امر باشه Our teacher. پس گزینه B و گزینی D هز میشه. جای خالی سوم اسامی خاص حرف تعریف نمیگیرن. جای خالی سوم اسامی خاص حرف تعریف نمیگیرن. پس گزینه A و D هم هز میشه. Our teacher is Miss Smith. معلم ما خانم اسمیت است. Ijda, the people we met on holiday in the north of Jayakali, Canada, came from Jayakali, United States of America, USA. توجه کنید دوستان اسامی خاص حرف تعریف نمیگیرن پس گزینه های A و گزینه های،, های A و D هست میشن اسامی خاص حرف تعریف نمیگیرن. اگر چنانچه اسم کشوری همراه با عبارتی مثل ی United StatesیS به کار برده بشه حرف تعریف D میگیره پس پاسخ صحیح گزینه B میشه، و گزینه C و D حذف میشن ترجمه چی میشه The people we met on holiday in, in the north of Canada came from the USA میگه افرادی که افرادی را که ما در تعطیلات در شمال کانادا ملاقات کردیم in, in the north of Canada در شمال کانادا we met ملاقات کردیم came from the USA اهل ایالات متحده آمریکا هستند سوال 19 my flight جای خالی at 10:30 tomorrow so i need to get to the airport by 9 سوال کنکور منحصرا زبان هست گزینه اول leaves زمان حال ساده است سوم شخص مفرد will leave آینده ساده است is living حال استمراری است لفت گذشته لیف هست و زمان گذشته است این تست مربوط به زبان تخصصی دوستان ببینید هر وقت لازم باشه در مورد جدول زمانی قطار هواپیما و غیره که مربوط به زمان آینده هستند صحبت کنیم در جمله قید زمان آینده هم اومده باشه tomorrow به جای زمان آینده ساده از زمان حال ساده باید استفاده کنیم یعنی پاسخ صحیح گزینه A میشه My flight leaves at 10.30 tomorrow پروازم در ساعت ده حرکت میکنه ده و سی دقیقه فردا حرکت میکنه I, So I need to get to the airport by 9 بنابراین لازمه که تا ساعت نه در فرودگاه باشم رأس ساعت نه در فرودگاه باشم سوال بیست Do you know what time the movie جای خالی tonight کنکور منحصرا زبان هست Is beginning, will begin, begins و began خب دوستان اگه چنان چه بخوایم در مورد یه برنامه تلویزیونی و غیره که مربوط به زمان آینده هستش صحبت کنیم و در جمله قید زمان آینده هم اومده باشه به جای زمان حال ساده به اصطلاح به جای زمان آینده ساده باید از زمان حال ساده استفاده کنیم یعنی پاسخ صحیح گزینه سی میشه Do you know what time the movie begins tonight? آیا میدونی امشب فیلم سینمایی ساعت چند شروع میشه؟ یا ساعت چند شروع خواهد شد؟ هر جا هستید زندگیتون پر از آرامش باشه یادتون باشه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است بهترین ها رو براتون آرزو میکنم خدا نگهدارتون ارادتمند و دوستدار همیشگی شما ابوذر حسنوند اموزاده Have a nice time and be glad